سلام دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم و به معرفی مکانهای دیدنی تبریز ادامه میدیم. در این ویدیو دو جای متفاوت از شهر تبریز رو به تصویر کشیدیم که یکی از این مکانها یه مکان لوکس، مدرن و جدیدی هست و دیگری مکانی قدیمی و مقدس. امیدوارم مثل سفرهای قبلی تا آخر این ویدیو نیز با من همراه باشید. اولین مکانی که توی این ویدیو در موردش صحبت میکنیم معرفی مرکز خرید لاله پارک هست که یک مجتمع تجاری تفریحی هست که در میدان شهید فهمیده و کنار اتوبان پاسداران شهر تبریز ساخته شده. این مجتمع تجاری تفریحی در 5 طبقه با پارکینگ اختصاصی هست که بورس کالاهای مختلف در زمینه‌های پوشاک، کیف، کفش، طلا، جواهر، لوازم خانگی و بسیاری از خدمات دیگه هست. یه طبقه رستوران هست و طبقه برای پارک شادی بچه ها. اگه تایم صبح تشریف ببرید به لاله پارک، مثل همین الانی که ما اینجا هستیم خلوت داره، ولی تایم های بعد از ظهر شلوغ هست و خیابون های اطرافش داره ترافیک بالایی هست. عمارت مظفریه معروف به مسجد کبود که به ترکی آذری جوی مسجد یا همون مسجد جهانشاه از مسجدهای تاریخی مربوط به دوره حکمرانی قره قیونلوها در قرن 9 هجری هست. مسجد کبود در خیابان امام نرسیده به میدان ساعت جنب پارک خاقانی هستش. نام اصلی این بنا به آنچه که در سردر آن و نیز وقفنامه و شناسنامه این بنا اومده، عمارت مظفریه هست. این مسجد طبق کتیبه سردر آن در سال 845 هجری شمسی و در زمان سلطان جهانشاه مقتدر که یکی از مقتدرترین حکمرانان سلسله قره قیونلوها بود، به دست دختر ایشون صالح خانم ساخته شده. مسجد کبود با تنوع و ظرافت
کاشیکاری و انواع خطوط به کار رفته در اون به ویژه به دلیل رنگ لاجوردی کاشی‌های معرق آن به فیروزه اسلام شهرت یافته است. سبک معماری این بنا به شیوه آذری است. صحن بزرگ مسجد مربع شکل است که حوضی برای وضوء در آن قرار داشته است. شبستان هایی که همین الان هم توی تصاویر هست جهت پناهگاه مستمندان و درس خواندن آنها در آن ایجاد شده است. بنای اصلی مسجد کبود بنای آجری است. این بنا دارای گنبد اصلی و جنوبی است که بر روی صحن بزرگ و صحن جنوبی کوچکتر واقع شده است. در ساخت گنبدهای مسجد کبود از هیچ سازه‌ای استفاده نشده است. کاشیکاری‌های ایوان ورودی مسجد با کاشیکاری‌های معرق تزئین شده است. در پشت محراب قدیمی یک اتاق بزرگ با کف پوش و دیوارهای مرمرین وجود دارد که در انتها به سردابی کوچک ختم می شود. و
و این تیکه های کاشی هایی که همین الان توی تصویر میبینید مربوط به کاشی های قدیمی مسجد هست که در زمان زلزله بزرگ تبریز از بین رفته بودن. اینا باقی مانده اون کاشی های قدیمی هستن. و در اینجا همونجور که مشاهده میکنین محل دفن جهانشاه و همسرش خاتون جان بیگم هست که پس از اتمام مسجد چند سالی بعد از اون فوت شده و در این مکان مدفون شدند. این قسمت مسجد خاکی و خالی هست و گفته میشه بعد از زلزله تبریز هرچی در این بخش بوده به تاراج رفته است. امیدوارم تصاویر این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا سفرهای آینده به امید دیدار.